استاد بزرگوار عزیزی سوال کردند که آیا چادریه که مروج هست از حجاب‌های دیگر برتری داره؟ و گفتن که یکی از مولوی صاحبا گفتن که چادری حجاب شرعی است و حجاب صحیح نیست. البته منظورشون چادری وطنی هست و حجاب که صحیح نیست، اما حجابی که مثلا دیده شده و گفته شده. سوالی که دوست ما کردن، این سوال در میان علما و در میان مفسرین کرام یعنی یک مسئله تقریبا یعنی خیلی مهم و اساسی معرکت الآرا به شمار میاد. اصلا حجابی که قرآن از اون نام برده هست، بله، حجابی که در روایات آمده هست، اما چادری بزرگ و کلانی هست که از سر تا پای پد بکنه، بله، هیچ جای معلوم نشوه، این حجاب است. ای که در کشورها مطابق عرف و عنعنات خود ساختن حجاب های سیاه یا چادری هایی که برنگه های کفتری و برنگه های سفید و برنگه های نخوتی و برنگه های به اصطلاح آسمانی و آبی متعددی، اینها ساخته شدن مطابق یک عرف و عنعنات برای حجابی بیشتر. این آنچه که ستر میکنه یک خانم چادری کلان است یا چادری من و شماست یا حجابی سیاه است، از دید شریعت اسلامی این را حجاب گفته میشه. بله. اما بهتر و خوبتر این است که همین حجاب های سیاه فراختر باشند که برجستگی های جسم معلوم نشوه، مو مصداق بیشتر و یا قرین و نزدیکتر بر حجاب اسلامی هست. یک عنوان هست در گوگل، حجاب می به حجابی به زبان اردو، بله، در حجاب به حجابی. باز مثال پیش میکنه برای از سه تا خانمه، یک خانمی که تنها طول قامتش معلوم می شود، بله، اینه نمی فهمی که ای چاق هست، ای لاغر هست، بله، دست چپش کجاست، دست راستش کجاست، رویش طرفی ماست یا پشتش طرفی ماست، بله، اینه نمی فهمی. بازوش می فهمی که ای طرف جهتی به اصطلاح شمال و جنوبش معلوم می شود ولی شرق و غربش تفکیک نمی کنی. دوم معلوم می کنه که یکم نیمه بر جستگی های جسمی معلوم می شود، پیشی رو پسی پشتش مشخص می شود. سوم یزی را معلوم میکنه که کاملا کمر یزی، اعضا و اندام یزی، برجستگی های جسم یزی او کاملا مشخص و واضح است. ما نمیتونیم که به او حجاب بگیم. مولانا محمد عمر سربازی رحمه الله یکی از علمای بزرگ ایران در فتوای خود برامی منبع العلوم بسیار با یک تحقیقی عنیق و زیبایی اقسام حجاب با صورتهای حجاب با مستاق یزی بسیار واضح بیان کرده است و شرح و تفصیل است. الله کنه که دوستی ما این مسئله را گرفته باشه. انشاءالله. جزاکم الله خیرم.